ویدیوی دستگیر شدن یکی از شهروندهای ایرانی رو دیدم توسط این وحشی‌های نیروی انتظامی و منو یاد دوران که در ایران زندگی می‌کردم افتاد که من چندین دفعه هم دستگیر شدم، ولی خب بسیاری از این موارد من تونستم دست این ننه جنده‌ها فرار بکنم. یکی از دفعه‌هایی که فرار کردم که خیلی جالب بود این بودش که ما در شمال تهران رفته بودیم چهارشنبه سوری شمشک، یک دهی شمشک شمال تهران، یک ساعت و نیم با تهران فاصله داره، که ما میرفتیم اونجا اسکی میکردیم. پیست اسکی بود که خدا بیامرز محمد رضا شاه پهلوی اگه این کارا رو نکرده بود، یعنی ما فقط تیله بازی میکردیم بچگی. هر چی خاطره خوب من دارم، هر اتفاق خوبی که در بچگی واسه ما افتاد، از استادیوم ها و ورزشگاه باشگاه های ورزشی بگیریم تا پیست های اسکی، هر چیز خوبی که بود به خاطر کارهایی که زمان پهلوی انجام شده بود. این اصلا نمیتونین انکارش بکنیم. به هر حال من رفته بودم شمشک چهارشنبه سوری با دوستان و داشتیم مشروب میخوردیم اونجا. خب یه جای پرتی بود و دور بود، همه رفته بودیم توی جاده که جادهش هم اونجا رفت آمدی نداشت، آتیش روشن کرده بودیم و مشروب میخوریم و داشتیم آشغال میکردیم و اینا، که یهو نیروی انتظامی مثل وحشی ها با یه بچ از این شیپیشوهای خارکسته ریختن وسط و با ماشین و اینا که جمع جور بکنن و مردم آزاری بکنن. حالا یه مش جوون دارن میرقصن و مشروب میخوانن از رو آتیش میپرن از این کار. طبق معمول اینا که ریختن، من میدونستم که اینا 100% به من گیر میدن، چون من نمیدم چرا قیافه همیشه تابلو بود و این خارکسته ها اصلا اینه، یعنی صاف تا منو میدیدن میومدن به من گیر میدنن، چون همیشه هم با یک حالت تحقیر و تنفر به این کسکش ها نگاه میکردم. هیچی، تا اینا ریختن بیرون، منم حالا شنگول و پنگول مشروبم خوردم، برگشتم به دوستم بیژن، گفتم آقا بیژن این خارکوسا اگه اومدن منو بگیرن تو بهشون بگو من پسر دیپلمات فرانسویم. بیژن گفت ای کسخل، مگه تو فرانسه صحبت میکنی؟ گفتم تو کاریت به این کارا نباشه، تو فقط بگو پسر دیپلمات فرانسویه. گفت آخه بعد این میگیرن خارمونو میگانین اگه تو دروغ بگی. گفتم کاریت نباشه آقا جان، تو بگو من پسر دیپلمات فرانسویم و اینا، چون پسر دیپلمات فرانسوی اینا کاری نمیتونن بکنن، نمیتونن دستگیرش بکنن به جرم مشروب خوری اینا، میدونستم من اینو. بیشن گفتم خارکسته بگو فرانسویه، کاریت نباشه، بگو پسر دیپلماته. هیچی، تا اینو گفتم دیدم یارو داره میاد طرف من، یه دونه از این شیپیشوها اومد تو شکم من، شروع کرد گا بیا جبینم. من گفتم، منم رفتم تو شکمش، گفتم که جه پختی لپرسان پردوی لمنلاپا جوردوی دیپلوماتیک. حالا اینا اصلا فرانسه نیست، من اصلا فرانسه صحبت نمی کنم، یه مش کسوشه رو بلغور میکردم، یه دیپلوماتیکم میذاشتم اون وسط. این یارو اینو شنید، گفت چی میگین؟ بیژنم پرید وسط دوستم، گفت آقا این پسر دیپلماته، این پسر اتشه بازرگانی فرانسه است، این دیپلماته، پسر دیپلماته. گفت خورده دیپلماته، خودش که خر بود، از این سربازای آشخور بود، چیز داشت، فکر کنم آیکیوش یه رقمی بود. داد زد سید، سید مثلا اروا چونشون درجه دارشون بودی، خارکوسا هم همیشه یه سید کسکش تو این جمعشون بود. سید رو صدا زد، سید اومد جلو، گفت چی شده؟ گفت آقا این میگه پسر دیپلماته. سیدم اومد تو چیکار من، گفت کی میگه پسر دیپلماته؟ منم شروع کردم آقا لپقدو اجوردوی له مسار دیپلماتیک اور دو جو دور لوی. بعد همینجوری بیژنم نگاه میکنم که یعنی توضیح بده به اینا که من پسر دیپلماتم. حالا کوس و شعر دارم میگم، هی میگم دیپلمات جو پاردون لو مو لور سوی دیپلماتیک دو جو دیپلمات. بعد اینا هی نگاه میکردن به هم دیگه، بیژنم بگو آقا این دیپلماته، این پسر اتشه بازرگانی فرانسه است، این پسر دیپلماته. اینا هم دیدن که این نمیشه دیپلمات نباشه، چون پسره انقدر با اعتماد به نفس همینجوری میرفتم تو چشم گدوش و قول ما دیپلماتیک. بعد این گفته که حتما باید دیپلمات باشه دیگه، ولم کردن. گفت آقا ولش کن، کاری نداره، ولش کن. هیچی دیگه ما رو ول کردن و جای شما خالی. ما رفتیم تا صبح این نهضت مبارک مشروب خوری و در خدمت بانوان زیبا بودن رو ادامه دادیم و به ریش این کسکش سید خارکسته خندیدیم و عشق کردیم. به قول میشل فوکو، فیلسوف معروف فرانسوی، Je suis pas le persion, je vagis, qu'il te coule basigi.